أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. شهادتتان مبارک همکارانم. شما در راه خدا، در راه دفاع از وطن، در راه دفاع از مردمتان جام شهادت را نوشیدند. شما جنایت‌های دشمنان مردم افغانستان، دشمنان دین مقدس اسلام، دشمنان ارزش‌ها، دشمنان انسانیت، دشمنان اسلامیت را جنایت‌هایشان را برملا می‌ساختند. شما را شهید ساختند تا صدای ما را خاموش بسازند، اما هرگز به این هدف شومشان نمی‌رسند. این هدفشان را به گور ببرند. به خانواده‌های شهدای رویداد اخیر، شهدای موبی گروپ تسلیت میگویم و به بازمانده های شان صبر و جمیل را استدعا دارم. البته باید گفت که موتر حامل کارمندان موبی گروپ شام امروز مورد حمله انتحاری قرار گرفت. فرمانده پلیس کابل میگوید که یک حمله انتحاری حوالی ساعت 5 شام امروز یک موتر حامل غیر نظامیان را در جاده دارلمان شهر کابل هدف قرار داد که در نتیجه 7 تن از کارمندان کابورا پرودکشن به شمول 2 بانو جان باختند و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. یک برادر موتر کاستر مربوط کابورا پرودکشن
یک واسطه کرولای سرنوشت کرولای سراچه برنگ سفید میایه، در این رفتار در جاده عمومی حمله موتربه ما بالای از موتر اجرا میکنه که الا اکنون تعداد 7 نفر که از جمله 2 خانم هستند ما شهید داریم و تعداد 25 نفر که از جمله مجروحین است که از جمله 25 نفر 2 خانم است، دیگرش طبقه ذکور است. بررسی های ما جریان داره، گروپ های ما در شفاخانه هم رفته که انتقال زخمی ها و مجروحین یک جای، اگر جزئیات بعدی بودم رایتان شریک میکنم. منظورتون کابورا طلوع است؟ کابورا پرودکشن. بله. صدیق الله توحیدی رئیس نهادنه یاد دیدبان رسانه های آزاد و همچنان احمد سیدی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا با من هستند در ویژه برنامه در پیوند به حمله انتحاری بر کارمندان موبی گروپ. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز. آقای توحیدی، چگونه میبینین حمله انتحاری بر جان کارمندان تلویزیون طلوع در جاده دارلمان شهر کابل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض تسلیت دارم به او خانواده هایی که اعضا و عزیزانشان را در این حادثه از دست دادن و همچنان به خانواده مطبوعات افغانستان و رسانه های افغانستان عرض تسلیت دارم که همکاران ما متاسفانه در اثر یک حمله تروریستی امروز تعداد از اینها به شهادت رسیدن. دقیقا آنچه را که رسانه ها همیشه رویش تأکید می کردن و می کنن اطلاع رسانی متوازن و منصفانه بود، اما یک جانب قضیه گروه های تروریستی که هیچ پیوندی با آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی ندارن همیشه خبرنگاران و رسانه ها و کارکنان رسانه ای را تهدید می کردن و متهم به قتل و کشتن همکاران ما در 13-14 سال گذشته بودند. حمله اخیر هم به ادامه خشونت ها و به ادامه نقض حقوق بشری که از جانب این گروه ها صورت می گرفت انجام شد و خانواده های زیادی را داغدار کرد و همچنان مطبوعات و رسانه های افغانستان را داغدار نمود. من باورم به این است که کشتن افراد بیگناه، کارکنان ملکی که هیچ گونه دخلی در منازعات حربی و جنگ ندارند، نه تنها که یک تخلف از قانون جنگ است، بلکه تخلف از احکام خداست و آنان که دین را علم میکنند باید بدانند که با کشتن آدمهای بیگناه و افراد ملکی نه به قدرت میرسند نه هم به هیچ امتیازی در این جهان. آقای توحیدی، رسانه ها خبرنگاران همواره بی‌طرف بودند، هیچ جانبداری از طرف های درگیر در هیچ مسئله نداشتند. حالا با چی هدف خواستند که کارمندان تلویزیون طلوع را این گونه آماج قرار بدن؟ دقیقا میخواین با این وسیله با کشتن همکاران رسانه‌ای و کارکنان رسانه‌ای صدای آزادی را خاموش کنند، صدای اطلاع رسانی و آگاهی دهی را خاموش کنند تا هرچه دل خودشان خواست بگویند و شایع پراگنی کنند و مردم مجبور باشند فقط شایعات را بپذیرند، نه آنچه که به عنوان خبر و گزارش از طریق رسانه‌ها به صورت مسلکی تهیه میشه و به نشر میرسند. اینا میدانند که جنایاتی را که اتفاق میفته از طریق رسانه‌ها منعکس میشه و چهره‌های متاسفانه جنایتکارانه اینها برملا میشه. به همین خاطر فقط به خاطر اطلاع رسانی و آگاهی دهی همکاران ما شهید می شوند، به خاطر رساندن اطلاعات و معلومات به مردم افغانستان شهید می شوند، وگرنه هیچ کسی از رسانه ها نه مسلح است نه در جنگ شرکت دارد و نه هم یک طرف قضیه است. ما خبرنگاران مکلفیت داریم تا آنچه اتفاق می افته این اتفاقات را پیامش را به مردم افغانستان برسانیم تا مردم در جریان رویدادهای خونبار افغانستان قرار بگیرند. آقای سیدی، به گفته آقای توحیدی هراس افغانان با این گونه حملات میخواهند که صدای رسانه ها را خاموش بسازند تا زمینه را برای انجام حملات هراس افغانان ایشان بیشتر برملا بسازند و بتوانند به دور از چشم رسانه ها بیشتر از بیش حملات هراس افغانان را بالای مردم افغانستان انجام بدن. فکر میکنین که میتونن با این روش به این هدفشان دست پیدا کنن؟ به نام خداوند عدالت و آزادی، خود را در غم و اندوهی به خون خفتگان امروز که رسالت مندی خود را به مردم افغانستان انجام داده و میدهند شریک میدانم. برای شهدا جنت فردوس
و برای تمام خانواده رسانه، برای تمام بشریتی که بر انصاف و عدالت باور دارن هزار تسلیت دارم. حمله بر رسانه ها، حمله بر آزادی، حمله بر عدالت، حمله بر حق گفتن نه اسلامی است، نه انسانی است و نه بشری است، بلکه ددمنشانی که میخواهند صدای رسای عدالت خواهی، صدای رسای حق گفتن، صدای رسایی که میخواهی حقیقت را به مردم برسانه خاموش سازن، جز ددمنشانی بیش نیستن. به یک ای باور استم که مردم افغانستان امروز و فامیلای شهدایی که امروز به خون خفتهن، ما خود را در درد و غمشان شریک میدونیم و اگر خواسته باشند با این وضعیت، با این دهشت و وحشت صدای رسا و عدالت خواهی را خاموش کنند، این ارمان را به گور ببرند. ملت بزرگ افغانستان، رسانه های رسالتمند افغانستان رسالت خود را در مقابل وطن خود، مردم خود، خدای خود، اون چی که میخواهن انجام بدن. ما قربانی توطئه‌های درونی و بیرونی هستیم، ولی دیگر راهی وجود ندارد. ما ناامیدانه از زمامدارانی که خیلی بیکفایتن عرض میکنم که فقط یک راه وجود داره. ما باید قوتهای مسلح خود را تقویه کنیم و به پشتشان استاده شیم، برای جهانیان بگویم که چه گروههایی در پشتی خفه کردن آزادی هستند، چه گروههایی که حمایه میشن در پشت خفه کردن عدالت و انصاف هستن، تا دنیا بداند که مردم مظلوم افغانستان بر چه توطئه‌های ننگینی داخلی و خارجی دچار هستن. الان فکر نمیکنین این مسئولیت حکومت افغانستان است تا این چهره ها را برای مردم افغانستان شناسایی کرده و معرفی کنند، تا مردم بفهمند چه گروههایی میخوان که صدای مردم را خاموش بسازند؟ افتخار میکنم که رهبری حکومت وحدت ملی را بیکفایت، بیکاره، ضعیف و ناتوان خطاب کنم به مردم افغانستان. اما چیزی را که میخوایم به مردم افغانستان بگم، فقط یک راه مونده، یک راه مونده، اتحاد و اتفاق و قوای مسلح خود را حمایت کردن. اگر شما بگون که سیاسی این افغانستان دیگه میتونه شما را از این بدبختی نجات بده، اینا دیگر کهنه شدن، اینا دیگر فرسوده شدن، دیگر قابلی از این نیستن که درباره شان سخن گفت.